سلام من کامدین آرمانی هستم مدرس دانشگاه درمانگر و نویسنده احترام یکی از چیزاییه که اون رو با رفتارمون به دست میاریم همچنین به ما آموزش داده شده بر اینکه احترام به دست بیاریم باید متقابلا به دیگران احترام بذاریم با این حال ممکنه یه وقتایی ببینیم داریم یه کارایی انجام میدیم که توی میزان احترامی که دیگران برای ما قائلا تاثیر میذاره هشت عادت رایج که ممکنه باعث بشه احترامتون رو برای دیگران از دست بدید اما نگران نباشید بعد از دیدن این ویدیو میدونین از پس موقعیت های خاص چطوری بر و از چه چیزایی دوری کنید یک اگه به دیگران راحت اجازه میدین که حرفتون رو قطع کنن تا حالا براتون پیش اومده آدم و وسط صحبتتون بپرن خسته کننده است نه اگه کسی هستید که آدما مدام وسط حرفتون میپرن و شما به اون این اجازه میدید ممکنه احترامتون رو برای دیگران از دست بدید چون میتونه اینو برسونه که شما نمیتونید از خودتون دفاع کنید حتی اگه میخواید معدب باشید بازم باید بدونید چه زمانی لازم خط قرمزتون رو مشخص کنید بعضی ممکن از این حالت شما سوءاستفاده استفاده کنن و تصور کنن مشکلی نداره اگه به شما بی احترام اینکه حرفتون قطع بشه اتفاق کاملا نرمالیه اما بعد سعی کنید به حرف خودتون ادامه بدید و جملتون رو تموم کنید و بعد به کسی که خواسته حرفتون رو قطع کنه اجازه صحبت بدید دو اگه وقتی دیگران دارن صحبت میکنن حرفشون رو قطع میکنید شما معمولا وقتی میخواین چیزی بگین صبر میکنین تا دیگران حرفشون تموم بشه یا وقتی هنوز در حال صحبت کردنن وسط حرفشون میپرین در بعضی مواقع وقتی کسی زیاد صحبت میکنه و حرفش تموم نمیشه تنها رایی که میتونید یه کلمه حرف بزنید اینه که حرفش رو قطع کنید با این حال معمولا قطع کردن حرف دیگران زمانی که واجب نیست جلوه بدی داره سه تحمیل کردن نظراتتون به دیگران مثل تخفیف تو مغازه ها. هیچ کس دوست نداره برای خریدن چیزی تحت فشار و اجبار قرار بگیره فقط معرفی کردن محصولات کافیه با اینکه اجبار کردن اعضای خانواده و دوستا به خرید یه محصول میتونه باعث حس خفقان رو درواسی بشه آدما معمولا این کار رو انجام میدن چون راحته در مورد نظرات و باورها هم همه اینا صدق میکنه اگه سعی کنید دیگران رو مجبور کنین باورهاشون رو با شما یکی کنن ممکنه شما رو به چشم یه انسان از خود راضی ببینن و احتمالش هست باعث بشه آدم ها خودشون رو از شما دور نگه دارن. احترام گذاشتن به افرادی که به دیگران حق نمیدن باورها و نظرات خودشون رو داشته باشن کار واقعا سختیه. چهار پیگیر نبودن آیا آدمی هستین که همه برنامه های سال جدیدتون رو سر میز شام برای همه بازگو میکنین؟ معمولا برنامه های خودتون رو حتی قبل از اینکه اقدام به شروع انجام اون بکنید عمومی میکنید و به اشتراک میذارین؟ بهتر کمی احتیاط کنید چون پیگیری نکردن و به انجام نرسوندن این برنامه ها میتونه باعث بشه دیگران براتون احترام قائل نشن. بازگو کردن برنامه هاتون برای دیگران یه جورایی شما رو موظف میکنه که به همه اون برنامه ها عمل کنید. اگه این اتفاق زیاد بیفته و شما به برنامه هایی که گفتید عمل نکنید، آدمها از شما به عنوان کسی که فقط حرف میزنه و عمل نمیکنه صحبت میکنن. با گذشت زمان آدما هر چیزی که به اونا میگید و نادیده میگیرن چون فکر میکنن عملی در اون باره صورت نمیگیره بنابراین احترامی که براتون قائل هم از دست میره پنج بی ملاحظه بودن بی ملاحظه بودن میتونه به دیگران اینو القا کنه که شما خودخواه و بیفکر هستید مثلا در حالتی که قبلتر گفتیم اینکه اجازه بدید دیگران حرفتون رو قطع کنن باعث میشه احترامتون از دست بره اما اگه به شخصی که میخواسته صحبتتون رو قطع کنه هیچ توجهی نکنین ممکنه بی ملاحظه به نظر بیاین برای همین بهتره بعد از تمام شدن حرفتون از اون شخص بخواین حرفشو بگه و بهش توجه کنین شش صادق و راستگو نبودن هیچ کس نمیتونه دروغ گوار رو تحمل کنه وقتی میدونی یه نفر چه این عادت بدی داره به طور اتوماتیک تصور میکنین هر حرفی که میزنه یه دروغه چه به قولاتون عمل نکنید و بد قول باشید چه دروغ بگید نتیجهش یکسانه کم کم احترامتون از دست میدین چون این به آدما اینو میرسونه که شما قابل اعتماد نیستین و اصول اخلاقی رو زیر پا میذارین راستگو نبودن فقط باعث این میشه که احترامتون از دست بدین راست بگید حتی اگه سخته هفت پوز دادن سلام چطوری؟ من تازگیه توی رشته وکالت از دانشگاه هاروارد فارغ تحصیل شدم حس خوبی نداره وقتی کسی خودشو برای شما تبلیغ میکنه بدونی که ازش خواسته باشید مگه نه اینکه آدما به دستاوردهاشون افتخار کنن و شادیاشون رو با دوستان و خانواده خودشون تقسیم کنن طبیعیه اما انجام مکرر اون معمولا باعث میشه فرد احترامش رو از دست بده صحبت از موفقیت ها و دستاورت هاتون برای کسی که تازگی باش آشنا شدین ممکنه باعث بشه احساس ناراحتی کنه مگه اینکه خودش از شما خواسته باشه که بگید هشت اگه با دیگران مطابق با منفعتشون برخورد کنیم هر کسی حق داره که به منفعت شخصی خودش فکر کنه با این حال اگه این تنها دلیل ارتباط های شماست نه تنها احترامتون رو از دست میدید بلکه دوستاتون رو هم از دست میدید اینکه بسته به اینکه با چه کسی هستید رفتارهای متفاوتی داشته باشید طبیعیه بسته به اینکه چقدر با اون فرد نزدیکی چقدر ازش دورید اما اگر رفتار شما با دیگران فقط و فقط بر اساس این باشه که چه سودی از اونها میتونین ببرین هیچ احترامی از هیچ کسی نخواهید گرفت به ما معمولاً آموزش داده میشه همونطوری که دوست داریم با ما رفتار بشه با دیگران رفتار کنیم در مورد احترام هم همینطوره رفتار کردن با آدما مطابق با منفعتی که برامون دارن فقط باعث میشه که از دست بدیم احتراممون چون خیلی از روابط ما تو زندگی بر پایه احترام و اعتماد متقابل بنا شده احترام باید با اعمال ما ایجاد بشه و به دست بیاد برای اینکه دیگران به ما احترام بذارن اول ما باید به اونها و خودمون احترام بذاریم نکته مهم اینه که ما نباید حس احترام به خودمون رو از دست بدیم چون یه وقتایی تو زندگی با آدمایی برخورد میکنیم که ارزش احترام ما رو ندارن شما فکر میکنین احترام برای به دست آوردن روابط خوب لازمه با کدومی که از این سناریوها احساس همزاد پندری بیشتری داشتین؟